369 عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیو جذاب دیگه. اگر از خودتون میپرسید که چه چیزی باعث میشه که یک سلبریتی منفور باشه، باید بگیم گاهی تنها چیزی که برای منفور شدن یک ستاره لازمه یک شب یا یه روز بده. یک بار از کوره در رفتن در میون مردم میتونه یک بازیگر رو در بدترین جای ذهن مردم قرار بده. بسیاری از ستاره ها مورد نفرت و بیزاری مردم هستند. ما هم امروز قصد داریم طی این ویدیو چند تا از منفورترین ها رو بهتون معرفی کنیم. پس با من همراه باشید و قبل از هر کاری ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس دکمه زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون جا نمونید. به علت خودخواهی و کبر ظاهر شدن در فیلم‌های بد یا موزیک بد ساختن به این درجه از منفور شدن رسیدن. راه‌های زیادی برای به دست آوردن نفرت مردم وجود داره. شاید شما از این ستاره‌ها نفرت نداشته باشید و یا حتی از اونها خوشتون بیاد. ولی باید بدونید که این سلبریتی‌ها در کشورشون حتی بیشتر از آدام ساندلر منفور هستن. این ستاره‌ها همیشه در حال انجام کارهایی هستن که اونها رو مورد نفرت قرار میده. نفرت کلمه خوشایندی نیست و ما نمیخوایم از اون در اینجا استفاده کنیم. ولی به نظر میرسه که دیگران این کارو میکنن. اگر بهتون بگم اولین نفر منفور در این لیست جاستین بیبره، احتمالاً چندان تعجب نمیکنید. شاید اولین نامی که با گفتن منفورترین ها به ذهن شما هم برسه جاستین بیبر باشه. و باید بگم که درسته. هیچ کس از اینکه نام جاستین در این لیست باشه تعجب نمیکنه. جاستین رفتارهای عجیب و غریب زیادی از خودش بروز میده که نمونه اون دعوت کردن تام کروز با لحن تحقیرآمیز به یک مبارزه بوکس بود. البته اون کمی بعد اعلام کرد که این فقط یک شوخی بوده. دیر حاضر شدن روی صحنه اجرا و همچنین توف کردنش روی همسایه از دیگر مواردیه که اون رو در ابتدای لیست سلبریتی های منفور هالیوود قرار داده. نفر بعدی در لیست ما شیا لابوفه. شیا آدمیه که مردم دوست دارن ازش متنفر باشن. اون چیزی داره که دیگران رو واقعا اذیت میکنه. اون تا به حال کارهای عجیب و غریب متعددی انجام داده. دزدی ادبی کرده و بعدش هم با یه جمله دزدی دیگه معذرت‌خواهی کرده. تلاشی مذبوحانه برای کوچک شمردن جرمش و خنده‌دار نشون دادن اون. حالا اون در حال گذار به یه دوره دیگه است و باز هم در تلاشت که توجه همگان رو از خودش به چیزهای دیگه معطوف کنه. یادتون میاد که اون گفته بود در صحنه فیلم برداری فیلم بیقانون تام هاردی رو زده و بیهوشش کرده؟ آیا خودش جلوی دوربین اعتراف نکرد که میخواست نامزدش رو بکشه؟ گاهی اوقات گویا لابوف فراموش میکنه که مردم دارن به این گفته ها گوش میدن. شاید بهتر باشه که دیگه کسی به اون و چیزهایی که میگه توجهی نکنه. حالا نوبت میرسه به مل گیبسون. چند سال پیش مل گیبسون در این لیست رتبه بالاتری میگرفت، ولی این آقا دیگه تقاسش رو پس داده. زمانی بود که مل با حالت مست صحبتهای مسخره‌ای میکرد و در این دوره با از کوره در رفتنهاش و عصبانیتهای ناگهانیش از خودش دیوانه غیرقابل تحملی ساخته بود. مل در واقع فرد نجات پرستیه و پیش‌داوری یکی از خصلت‌های اونه. اون تلاش کرده تا کارهاش رو جبران کنه و به نظر میرسه حالا خوشحال و خوشبخته، زیرا در سالهای گذشته تغییر کرده. ولی مردم نمیتونن به این راحتی کارهای مل رو فراموش کنن و احتمالاً این موضوع سالها اون رو رها نخواهد کرد. هرچند طرفداران فیلم و سینما بخشش بسیار بیشتری دارن و همونطور که خیلی دیگر رو بخشیدن، مل رو هم خواهند بخشید. اگر چند سال دیگه به مل فرصت داده بشه که همچنان زیاد جلوی دوربین ها آفتابی نشه و سکوتش رو حفظ بکنه و چند تا فیلم خوب و موفق دیگه هم بازی بکنه، شاهد خواهیم بود که در سالهای آینده اصلاً نام مل گیبسون در این لیست به چشم نخوره. نفر بعدی در این لیست شاید شما رو شگفت زده کنه. کریستیان استوارت. دلیل اینکه چرا کریستیان استوارت در دل منتقدین جا نمیگیره هیچ وقت معلوم نشد. هرچند یک دلیل پررنگتر از بقیه وجود داره و اون هم بازیگری افتضاح این خانم از دیدگاه منتقدینه. در واقع اگر لرزیدن و تته پته کردن رو تعالی در بازیگری به حساب بیارید، قطعاً استوارت باید تا به حال چندین بار جایزه اسکار می گرفت. ولی متاسفانه چنین چیزی برای اون امکان نداره.
استوارت جلوی دوربین اصلا راحت نیست و انگار از اینکه فیلمش رو بگیرن خجالت میکشه و شبیه افراد عادی که تجربه بازیگری و جلوی دوربین بودن رو ندارن رفتار میکنه. آیا این خانم هنرپیشه خبر داره که در این دنیا شغل‌های دیگری هم وجود داره؟ جالبه بدونید کمی از این نفرت نسبت به کریستین استوارت از فیلم گلگومیش میاد. این واقعیت که این سری فیلم‌های مسخره این همه طرفدار جذب کرده مردم رو بسیار عصبانی میکنه. بگذریم از این که هر وقت کریستین استوارت رو در فیلم‌ها و تصاویرش میبینیم اخم به چهره داره. نفر بعدی مایلی سایرسه. چیزهای زیادی درباره مایلی وجود داره که خیلی ها دوست دارن و خیلی چیزها هم دربارش هست که واقعا نفرت انگیزه. مایلی از اون دسته سلبریتی هاست که به خاطر موزیکش، شخصیتش و رفتارش مردم یا ازش متنفرن یا خیلی دوستش دارن. اون حرکتی داره که با زبونش انجام میده و بسیار هم احمقانه است و خودش میگه که این کار رو میکنه چون از لبخند زدن حس خوبی نمیگیره. مایلی بسیار رک و صادقه و از سبک زندگیش خجالت نمیکشه که هم جسارت میخواد و هم ستودنیه، ولی در عین حال کمی هم نشون دهنده غروره. در واقع موزیک اون هم از دیدگاه منتقدان چندان چنگی به دل نمیزنه، هرچند که از هر چند تا موزیکش یکی خوب از آب در میاد. و در آخر ما گوینس پالترو رو داریم. تا به حال امواج زیادی از نفرت مردم نصیب پالترو شده که خودش هم دلیلش رو نمیدونه. اون میگه مردم دوستش ندارن چون اون زندگی راحتی داشته. اون اعتراف میکنه که وقتی بچه بوده زندگی مرفهی داشته، ولی اصرار داره که برای به دست آوردن همه چیزهایی که از بازیگری نصیبش شده زحمت فراوانی کشیده. ممکنه که حق با اون باشه، ولی دختر کارگردان بنامی بودن هم قطعا به اون کمک کرده. پس میتونیم درک کنیم که چرا مردم معتقدن همه چیز برای این خانم خیلی راحت رقم خورده، ولی در واقع زندگی اون نیست که باعث شده مردم ازش متنفر باشن، بلکه حرف زدن اون درباره زندگیشه که مردم رو عصبانی میکنه. در واقع میتونیم به راحتی بگیم که پالترو پرمدعاترین و متظاهرترین بازیگر هالیووده. وقتی پالترو از این حرف میزنه که پاریس چقدر زیباست و از جایی که زاغ نشینان غربی آمریکا میدونن بهتره، برای مردم آمریکا بسیار نفرت انگیز و عصبی کننده است. ولی اگه اون میگه برای رسیدن به نقطه‌ای که هست خیلی زحمت کشیده، حرف دیگری نمیزنیم و ادعاش رو قبول میکنیم. اما حالا نوبت به شما رسیده. آیا شما هم از این سلبریتی ها متنفرید یا برعکس طرفدارشون هستید؟ حتما تو بخش کامنت ها نظرتون رو برامون بنویسید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید پیشنهاد میکنم ویدیوهای دیگه ما با عنوان جنیده با ثروت خودش چه میکنه رو هم تماشا کنید. تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدا میسپارم.